نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز پس از یک هفته کاری در حوزه‌های انتخابی به عنوان اولین دستور طرح 13 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به بررسی گذاشتند. طرح 13 آقای شیخ الاسلامی پیش از این با امضای 18 تن از نمایندگان در مجلس اعلام وصول شده بود. درخواست کنندگان 13 انتصاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی را از مهمترین دلایل استیضاح عنوان کرده بودند. بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان درخواست کننده 13 وزیر 2 ساعت فرصت داشتند تا دیدگاه های خود را بیان کنند. در جلسه صبح 7 تن از نمایندگان پشت تریبون قرار گرفتند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در جلسه صبح به دفاع از خود و ارائه پاسخ به نمایندگان پرداخت. ما تمام فعالیت های خودمون رو در وزارتخانه در چارچوب قانون انجام دادیم. ضوابط قانونی، ملاک و منات انجام کار ما در وزارتخانه بوده. سپس با رسیدن عقربه های ساعت به 12 ظهر، رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام تنفس ادامه رسیدگی به طرح استیضاح آقای شیخ الاسلامی را به جلسه بعد از ظهر موکول کرد. رئیس جمهور که از ابتدای جلسات صبح و بعد از ظهر در صحنه علنی حضور داشت، پس از سخنان نمایندگان موافق و مخالف استیضاح و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دفاع از وزیر پشت تریبون قرار گرفت. آقای احمدی‌نژاد آقای شیخ الاسلامی را از بهترین وزیران کابینه خواند و گفت باید ببینیم مشکل از کجاست. آقای شیخ الاسلامی جز بهترین های کابینه است. هم عالم است، هم مؤمن است، هم پرکار است، هم بی‌حاشیه است، هم دلسوز است. هر جا بوده موفق بوده. این لطف خداست. ما باید شکرگزار باشیم. خدا خادمانی داده، نمایندگانی، وزرایی که اینها فداکارن برای کشور. عمرشون، جانشون، سلامتشون رو گذاشتن برای خدمت. رئیس جمهور گفت سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است و نباید باری بر آن تحمیل کنیم. آقای احمدی نژاد افزود 3 قوه در قانون اساسی مستقلند و دخالت یک قوه در اجرا به نفع کشور نیست. رئیس جمهور با انتقاد از ابلاغ مجلس درباره غیرقانونی بودن برخی مصوبات دولت افزود این صحیح نیست که انتصابات دولت را لغو کنیم. دولت بخش مهمی از قوه مجریه کشور است. یعنی امور معمول کشور به دست دولت انجام میشه. خب اگر مردم، ما، شما همه در یک راستا قرار بگیریم، سرعت پیشرفت کشور چقدر بالا میره، بازدهی بالا میره. رئیس جمهور گفت به هر حال استیضاح حق مجلس است و هر رأی دهید میپذیرم. پس از سخنان رئیس جمهور، آقای لاریجانی رئیس مجلس تأکید کرد مجلس در کار اجرایی دخالت نمی کند و برخلاف برخی سخنان با استقلال قوه مجریه اصولاً کاری ندارد. آقای لاریجانی با اشاره به تلاشایش برای به جریان نیفتادن استیضاح آقای شیخ الاسلامی گفت نمایندگان محترم در جریان هستیم. از ابتدای بحث استیضاح وزیر کار بنده وساطت کردم. از باب اینکه تشنجی بین دولت و مجلس ایجاد نشه. این آقای مظفر اینجا هستند، کجا هستند؟ آقای مظفر اینجا تشریف دارند. معاون نظارت مجلس هم. اگر من خلاف میگم شما شهادت بدید که اشکال دارید. من به ایشون گفتم شما استیضاح کنندگان رو دعوت کنید، وزیر محترم کارم دعوت کنید، ببینید میتونید با اینا به تفاهم برسید که استیضاح تو مجلس مطرح نشود. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود تا جای مشخصی هم برای جلوگیری از استیضاح پیش رفتیم، اما یک مرتبه با مصوبه جدید دولت روبرو شدیم که این سازمان را زیر نظر معاون اول برد. رئیس مجلس افزود مجلس نمیتواند به وظایف قانونی خود عمل نکند. قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری بند الف میگه سازمان مذکور، همین سازمان تامین اجتماعی، زیر مجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی است و وزیر در برابر مراجع قانون زیربط پاسخگو میباشد. آقای لاریجانی تأکید کرد مجلس جایگاه قانونی دارد که همه باید با آن توجه کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود اگر اختلافی درباره برداشت از اصول قانون اساسی پیش آید، بر اساس همان قانون تفسیر شورای نگهبان باید مبنای عمل همه قرار گیرد. رئیس مجلس گفت هیچ بن‌بستی در روند حرکت کشور وجود ندارد و همه باید تن به قانون دهیم. نتایج آقای استیضاح جناب آقای شیخ الاسلام
در پایان مباحث امروز مجلس رأی گیری به عمل آمد و 192 نماینده مجلس به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رأی مثبت دادند.